موزه ملی داغستان در شهر مخاج قلعه با صدها اثر از تاریخ و تمدن ایران، از اسلحه ها و ظروف سفالی گرفته تا فرمان شاه سلطان حسین عنوانی حاکم دربند که به زبان فارسی نوشته شده. فهرست کاملی از آثاری که در این موزه وجود دارد منتشر نشده، اما مسئولانش میگویند که آثار متعلق به ایران در مخزن این موزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که در سالن‌های نمایش دیده می‌شود. میراث آمد و شدهای فرهنگی یا هم عملات نظامی. تا 200 سال پیش هم بخش اعظمی از داغستان جزء خاک ایران بوده. برای همین نه تنها در موزه ملی داغستان که در بخش‌های مختلف این جمهوری روسیه نشانه‌هایی از فرهنگ، هنر و امپراتوری‌های ایران به وفور به چشم می‌خورند. در جستجوی نشانه‌های فرهنگ و تاریخ ایرانی به قدیمی‌ترین شهر روسیه می‌رویم. به شهری که تا سال 1813 جزی از خاک ایران بوده و نشانه‌های ایرانی در آن از نام فارسیش پیداست. در جنوبی ترین قسمت روسیه و در حاشیه دریای خزر شهر باستانی دربند واقع شده. این شهر به روایت دهخدا در زمان نوشیروان شاه ایرانی ساخته شده و پیشترها به نام ایراندژ معروف بوده، اما نام فارسی دربند بعد از تجدید بنای شهر به دست قباد یکم ساسانی بر این شهر نهاده شده. دربند دومین شهر بزرگ و پایتخت فرهنگی جمهوری داغستان است. شهری باستانی که در سال 2015 با حضور ولادیمیر پوتین 2000 سالگی اش را جشن گرفت. قلعه تاریخی و دژی در امتداد خزر که روزی حصار قلمرو ایران بوده جز میراث های ثبت شده یونسکو است و پای گردشگران زیادی را به اینجا می کشاند. Ми приїхали із Астрахані. Нас привлікає на Каспі. ما از آستراخان آمدیم. شهر دربند در حاشیه خزر ما را به سوی خود کشید. شهر تاریخی و قابل توجه. اینجا فرهنگ اروپا و آسیا به هم پیوند خورده و متمرکز شده. بیشتر ساکنان دربند از دو قوم لزگی و آذری اند و از لحاظ مذهبی این شهر زیستگاه اکثریت مسلمانان اهل تشیع در روسیه و اقلیت‌های مذهبی دیگر است. مسجد جامع قدیمی شهر هم که به مسجد ایرانیان شهر است، یکی دیگر از میراث‌های جهانی یونسکو است. در گذشته بخش قابل توجهی از داغستان تحت نفوذ ایران قرار داشت، به ویژه در زمان لشکرکشی‌های نادرشاه افشار به روسیه. گنجینه‌های تاریخ و تمدن ایران نه تنها در آن سوی خزر بی‌شمار است که رد پایش را در خاک روسیه و این سوی آب‌های خزر نیز می‌توان پیدا کرد. مصدق پارسا، ایران اینترنشنال، جمهوری داغستان.